دوستان و یاران مهربان و شنوندگان گرامی امروز شست و پنجمین برنامه عصر جدید رو براتون تعریف میکنم با این غزل این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست در دامن بحر خزر و ساحل گیلان موجی است که در ساحل دریای عدن نیست در پیکر گلهای دلاویج شمیران عطر است که در نافی آهوی خودن نیست آواره اما خسته و سرگشته و حیران هر جا که روم هیچ کجا خانه من نیست این شهر عظیم است ولی شهر قریب است این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست بله باید براتون تعریف کنم که شست و پنج برنامه درباره رضا و حدود هفتاد برنامه در برنامه هایی که قبل از مربوط به رضاخان بود مثل قاجاری و غیره براتون صحبت کردم و هر دو روی سکه رو بهتون نشون دادم به این جهت میخواهم به این قسمت عجیب تاریخ ایران که ما کمتر بهش توجه داریم پایان بدم ولی تصمیم دارم برای آنکه شما شنوندگان گرامی من خودت شخصا خودت رو بهتر بشناسی و دریابی که چرا در تمام تحولات جهان با وجود امثال خاندان پهلوی ما از کاروان تمدن این گونه عجیب عقب بنده ایم حالا دلم میخواد که یک آینه تمام قد و به روی شما باز کنم آینه تاریخ و آینه رو جلوی صورتتون بگیرم تا شخصا خودتون رو در اون آینه نگاه کنید و ببینید که کجا هستیم چرا پس از 1500 سال هنوز در همان شکل شمایل و قد و قواره و با اندیشه های کهنه باقی مونده ایم چرا پیوسته خلاف آب شنا میکنیم کنیم و هرگز هم به جایی نمی رسیم چرا ما ماهیت خودمون رو نمی در نمی آبیم به این سبب عزیزان من میگویم بدون اون که از من عصبانی بشید یا آن که منو شما تد بکنید یادتون باشه که از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راست گوست بله و من این آینه رو مقابل شما قرار میدم اما پیش از هر مطلبی هستی که برای مقدمه یه قصه ای از ابن بطوته تاریخ نگار مشهور عرب رو براتون تعریف کنم تا دریابید که من چه میخواهم بگویم ابن بطوته یکی از مورخین پرآوازه جهان عرب است که سخت هم مورد تعیق و تعیید و وسوق و اروپایی ها می باشد او تعریف می کند روزهایی است که مغول ها از کشتار و خونریزی و سباییت در ایران دیگه خسته شده بودند و به تدریج ایران را ترک می کردن. در ده زنگوله که در آن دوران یکی از قصبات نیشابور بود یک مغولی در میدان ده با چهارده تن جوان برومند خوشبر و رو ایرانی بر میخوره با تعجب با اونا میگه که شما تا به حال کجا بودید که من شما رو ندیدم اونا هم میگویند که ما مدتی بود که در صحرا مشغول علفچینی بودیم و در ده نبودیم مغل به اونها میگه خیلی خوب بیایید در سطح میدون و بعد هم به صف روی زمین پروی پر هم بشینی وقتی اونا نشستن مغل میگوید که خب حالا میخوام سر یکی که شما رو ببرم و موهای سرتون رو به هم گره بزنم و ببرم برای رئیسم تا او از رشادت من خوشحال می در این موقع تمام اون جوان ها سرشون رو فقط پایین انداختن و شروع کردن به گیه کردن. در حالی که مغول تنها بود و اونا چهارده تن. در این موقع مغول دست کرد به کمرش تا خنجرش رو بیرون بیاره. ناگهان متوجه شد که خنجرش رو در خانه جا گذاشته به اونا میگه که خیلی خوب من باید برم به خونم خنجرم رو بیارم اما شما حق ندارید از جاتون تکم بخورید تا اینکه من برگردم عجیب اینه که او میره و پس از چند دقیقه برمیگرده اما اون جوانهای برومند همچنان سر جای خودشون نشسته بودن ابن بطوته می نویسد در حالی که گروهی از مردان و زنان بالای بامهای منازلشان به تماشا ایستاده بودند این مغول سر هر چهارده تن رو میبرد و در کمال خونسردی موهای اونها رو به هم گره میزنه و اون سرها رو روی شونش آویزون میکنه و به سوی اردگاه ها پیش میره هیچ کس هم متعرض او نمیشه و بعد این ابن بطوته است که این دور سهار را زر میکند میگوید میدانید چه اتفاقی برای اون جوان ها و آن مردمی که بالای بام ایستاده بودند افتاده بود که از جایشان تکان نمیخوردن و در مقابل آن مغول هرگز مقاومتی نشان ندادن زیرا ایرانی ها شجاعت اخلاقی و جسارت حفاظت از خودشان سالیان درازی بود که از دست داده بودن به این جهت جز تسلیم و بندگی و بردگی هیچ اقدام دیگری نمیشناختن شما همین امروز این مسئله رو با این مردمی که میبینند چه اتفاقاتی در شهرها میفته و فقط دوربین به دست به اصطلاح خودشون مسائل رو منعکس میکنند میبینید هرگز مقابل ظالم نمیستند و دفاعی از مظلوم کنند فقط عکس میگیرن حالا برای که شما را با خصوصیات خودتان در آینه تاریخ بیشتر آشنا کنم و متوجه باشید که چرا به چنین روزی افتاده ایم شما را با خودم به کندکاوی در تاریخ میبرم تا دریابید که چرا از 1500 سال قبل تا امروز ما چنین وضعیتی را داریم زمانی است که نوشیروان ساسانی یعنی آن انوشیروان عادل پادشاه سرزمینی است به نام پارس و تاریخ نویسان در طول تاریخ چه داستان ها درباره عدالت پروری او ساخته و پرداختند و اما باید شما به این نکته توجه کنید که برای آن که این پادشاه عادل به پادشاهی برسد خودش و چند تن از دوستانش پدرش خب آز رو که آن روز پادشاه بود به زیر زمین کاخ سلطنتی بردن و دست رو بستن و او زندانی کردن و بعد هم چند روز بعد یاران همراه نوشیروان این پدر پادشاه رو یعنی قباد رو به قطر رساندند و پس از آن که بتواند این جناب نوشیروان به راحتی بر سرزمین پارس فرمان رواهی کند دست به سوی مقها یعنی آخوندهای زردشتی دراز کرد و آنها را با خودش شریک سلطنت نمود بله یعنی با مقها سازش کرد و برای نخستین بار مغها رو در امور سیاسی کشور مداخله داد به گونه ای که مغها به زودی بر تمام امور کشور سلطه پیدا کردن و از آن روز مردم عادی به تدریج در مزیقه حاکمیت دین مداران افتادن و مغها برای اینکه هیچ دیگر اندیشی در آن سرزمین یعنی سرزمین پارس وجود نداشته باشد تا در مقابل آنها و عقاعد و به اصطلاح نظراتشون قد علم قد علم کند نوشیروان عادل رو راضی کردند که گروه مزدکیان و بعد هم مانویان را از بین ببرد نوشیروان تسلیم آنها شد چنان که در تاریخ ایران ثبت هست یک روز مزدک و گروهی از یاران او را به دربار دعوت می کند بلافاصله هم دستور قتل آنها را صادر می نماید و چنان که در تاریخ آمده سربازان نوشیروان تمام مزدکیان را که اونجا حاضر, بودند بودن به قتل می و بعد نوشیروان فرمان صادر می کند تا در سراسر پارس تمام مزدکیان و مانویان را به قتل برسانند و کلیه اموال آنها را هم مصادره کنند که این امر مقدمه می شود برای آن که مردم پارس از ترس به خانه, شا... خانه پناه ببرند در به روی خودشان ببندند و به جای آن که بیاری مزکیان و مانویان که همشان پارسی بودند برخیزند و این قائله ناگوار رو به اصطلاح در همان ابتدای کار خفه کنند همه سعی کردن تا اینکه خودشون رو خفه کنند و در به روی خودشان ببندند. در نتیجه مخابر بر تمام کشور سلطه جابرانه پیدا کردن حاکمیت خود رو با کشتن شجاعت اخلاقی و مزامین انسانی تثبیت نمودن روزها میگذشت و همچنان کشور بی سر و صدا بود تا آنکه عرب ها پیدایشون شد یاد من باشد که راهنمای عرب ها یک آقای ترگل ورگل ظاهرا با سواد نیکندیش بود سلمان فارسی که توانست راه رو برای اعراب پا برهنه گرسنه ولی مصمم و با اراده باز کند و عرب ها به هدایت و راهنمایی این جناب تازه, تازه مسلمان شده که پارس، پارسی بود به ایران حجوم آوردن مردمی که در پارس آن روزگاران زندگی می کردن به علت آنکه شجاعت اخلاقی فرامین انسانی را به همت های زردشتی از دست داده بودند تسلیم آنها شدن یعنی تسلیم عربها شدند و در دام جدیدی افتادند اما خب خیلی زود خودشون رو جمع جور کردند زیرا متوجه شدند که به اسارت در آمده اند به صورت دیگری اما اما به این نکته خوب توجه کنید بزرگان پارس یعنی آنها که می توانستند مردم رو جمع کنند آنها را به مقاومت و پاسداری از سرزمینشون راهنمایی بکنن یعنی مردم عادی رو به جای بسیج آنها خیلی زود خودشان به وزارت و امارت در بین عرب رفتن و زندگی رو با سیستم و خاص عرب تنظیم نمودن که شما در تاریخ آن زمان نام بسیاری از بزرگان ایرانی را در میان بزرگان و حاکم عرب میخوانید و میبینید و خیلی زود در جهت بهبود خاندانهای عرب دست به کار شدن ولی اکثریت عظیم پارسیان همچنان به علت از دست دادن شجاعت اخلاقی و مزامین انسانی در چاه ویل معتقدات عرب غرق شدند و به تدریج عادت کردن تا فقط به زندگی خودشان فکر کنند و آهسته آهسته در بین عرب ناگزیر به کار گل پرداختم عرب ها البته ماندگار شدند زمان درازی پارسیان رو به بندگی و بردگی و سجده و سجود گرفتن که سایه سیاه آن روزگار هنوز در آینه تمام نمای تاریخ ما باقی مانده است اما ما همچنان سربزیر به, به کار گل مشغول بودیم روزها گذشت ایرانی به جای آنکه دست در دست هم بگذارد با هم بیندیشد که چگونه خود را رها کند غرق در موهومات و معتقدات بی اصل اعراب شد یعنی خود رو با اون غذای بهشت و دوزخ و هوری و قلمان و شیر و اصل می هست بله بدون آنکه بیاندیشد چگونه میتواند خود را از آن قرقاب رها نماید روزگار گذشت تا آنکه دوره خار از شایان فرا رسید میدانیم که تاریخ آنها را مردمانی صفاک معرفی میکند این از شایان که با مغول ها هم, را هم مرز بودند آنقدر موجب آزار و اذیت مغول ها شدند که عاقبت چنگیز خان چاره جز هجوم آوردن به پارس راهی برایش باقی نماند مشغول آمدن به ایران شد مغول ها ناگهان سرازیر شدند اما مردم پارس که دیگه نه شجاعت اخلاقی داشتن نه همدلی و هم میشناختن نه اصلا پارس و قطن معلوف خودشون میدانستن خیلی سریع در چنگال مغلها افتادن اسیر و برده و درمانده مغلها بله خب باز روزگاری گذشت ناگهان یک جوان ترک نژاد که نه پارسی بود نه زبان فارسی رو میفهمید نه اصولا رغبتی با همگامی با پارسیان داشت با هفت نفر قزلباش که نگهبان او بودند که همه آنها ترک بودند و از خارج از ایران آمده بودن این جوان ترک رو در میان گرفتند و او رو به عنوان مرشد اعظم با یه تبلیغ بسیار وسیع درباره تشیع ظهور کردند باز همان آش و همان کاسه در تاریخ نوشته شده است که نخستین روزی که این جوون در تبریز خودش رو مرشد اعظم و به عنوان فرمان فرمان پارس معرفی کرد یه روز جمعه بود به این اطرافیانش که همه هم ترک نشاد بودن اعلام کرد که میخواد به مسجد بره و شیعگری رو دین رسمی معرفی کنه این کار در تبریز اتفاق افتاد گروهی از آخوندهای ترک که شیعه بودند و همراه او بودند به او گفتند که در شهر تبریز حدود دویست هزار خانوار زندگی می کند که اکثریت قریب به اتفاق آنها سنی مذهب هستند و اصلا مذهب شیعه رو نمیشناسند اما جناب مرشد اعظم فریاد برداشت که حکم من است همین امروز به مسجد می رویم و اعلام میکنیم که مذهب رسمی مردم پارس از این به بعد مذهب شیعه است که شما اگر به تاریخ توجه بکنید در این باب به خوبی شعر داده شده که آن روز وقتی این جناب جوانک 14 ساله به عنوان مرشد اعظم و اولین باچا صففی در مسجد حضور یافت و با خودش تعدادی قزل باش همراه داشت که به آنها فرمان داد تا بروند در بین صف نمازگذاران بیستند وقتی مرشد اعظم درباره مذهب شیعه سخن میگوید هر کس به مخالفت برخواست خنجرش را در قرارش فرو کنند تاریخ می نویسد آن روز در شهر تبریز بیش از ده هزار تن خوب گوش کنید بیش از ده هزار تن مسلمان سنی به قتل رسیدند به طوری که تمام جویهای های شهر خونالود بود و باز مردم به جای هر گونه مقابله و مقاومت و ایستادگی و دادخواهی برای خون جوانان کشی شدهشان به علت آنکه شجاعت اخلاقی خودشون را از دست داده بودند تسلیم شدن به خانه هایشان رفتند و دلخوش که مرشد اعظم نایب خداوند و نظر کرده عمه اطهار می باشد خب مورخین خوشنویسی هم بسیاری نوشتند که این جناب مرشد اعظم نزدیک سی سال عمر کرد تمام عمرش رو در زنبارگی لوات شرابخواری کشتار مردم گذران در تمام عمرش فقط یک بار به جنگ با عثمانی ها رفت که به جنگ چالدران مشهور شد که او همراه خودش حدود بیست هزار دهاتی و دهقان که فقط با چوب و چماق و شمشیر مسلح بودند در مقابل دیویست هزار سرباز جنگنده ترک که با انواع تسلیحات از قبیل توپهای دورزن مسلح بودند حاضر شدند. مردم که اعتقاد پیدا کرده بودند مرشد اعظم نظر کرده خداونده است و خود را در حمایت او میدیدند با پشتیبانی او به میدان جنگ رفتند اما بیش از چند ساعت آن طول آن جنگ طول نکشید حدود 300 نفر از تمام آن جماعت 20000 نفری پارسیان باقی آن هم همه زخمی و نالان و خود جناب مرشد اعظم هم در حالی که زخم‌های عمیقی داشت فرار رو برقرار ترجیح داد پس از آن جنگ این جناب مرشد اعظم ده سال زنده بود ولی هرگز دیگر از حرم خانه بیرون نیامد و عاقبت هم در سن سی سالگی در حالی که با یک پسر ترک نژاد همبستر بود از دارفانی رفت این جناب پایگزار سلسله صفوی شد که در اش تاریخ داستانهای فراوانی نوشتند. اما آخرین پادشاه آنها شاه سلطان حسین معروف به ملا حسین بود که در زبان پادشاهی او مردم در قحط و قلاب و گرسنگی و درماندگی به سر می‌بردند اما این جناب ملا حسین در حرم خودش مشغول ایش و اشرت بود عاقبت هم چنان که تاریخ می نویسد یه جوون 19 ساله با دویست تن که امراهش بودن توانست چنان عرصه را بر جناب مولا حسین تنگ کند که خود مولا حسین یا شاه سلطان حسین سوار اسبش شد و به چادران جوانک آمد و تاج پادشاهی را که زیر بغلش گرفته بود به سر او گذاشت و خاندان صفوی را تسلیم او کرد و دوران صفوی هم تمام شد اما مردم همچنان در حال هوای خود بودند چندی جوانک و بعد هم اعقاب او فرمان روای پار شدن و باز هم همچنان بر مردم عادی که شجاعت خود را از دست داده بودند درمانده و بیپناه بودن و اصلا همبستگی را نمیشناختند و به زندگی مرگبار خود ادامه میدادند حکومت کردند که در آن میان نادرشاه ظهور کرد اما نادر هم مدتی نپایید و کشور بعد از نادر به هرج و مرج کشیده شد و تعداد زیادی خانهای مغول خانهای ترک بر ایران حکومت میکرد بالاخره این مردمان ترک نژاد از خاندان قاجار راهشون رو پیدا کردند و از سیبری به سوی ایران آمدند آنها در سیبری به گلداری مشغول بودند یعنی دامدار بودند اما وقتی متوجه این وضع ایران شدن را خودشون را کش کردند و به پارس بیدر پیکر سرازیر شدند و توانستند در بین قوم کریم خان زند خودشون رو جا کنند که عاقبت هم در بین آنها مردی پیدا شد به نام آقا محمد قاجار که او را در چهارده سالگی خاجه کرده بودند یعنی اخته شده بود به این جهت مردی بود بسیار قسی قلب توانست بر سریر سلطنت ایران تکه بزنند خب که خب به اعتبار همت این مرد خاجه قاجارها را خودشون رو گشودن. باز هم بدون آنکه مردم پارس بتوانند در مقابل آنها مقاومت کنند شما میدانید آنها هم ترک نژاد بودند نه زبان فارسی رو بلد بودند نه اصولا با ایرانی ها رغبتی داشتند ولی خب توانستند از بی ارادگی مردم ایران سوء استفاده کنند و هیچ کس در اون میانه نبود که بپرسد شما از کجا آمده اید کی هستید و چنان که همگان میدانند این خانواده از عدم شجاعت اخلاقی مردم حد اعلای سو را کردند و یک سلطنت قبیله به وجود آوردند و بیش از 150 سال ایران را همچنان در قرون وسطا نگاه داشت و بسیاری از شما میدانید آخرین پادشاه این خاندان یه بچه دوازده ساله بود که معلمش یه یهودی روسی سفید بود و فرماندهی سربازان تشریفاتیش هم باز یک جنرال روسی بود اما اما چنان که امروز اسناد محرمانه در بایگانی انگلیس کشف شده و آن اسناد نشان میدهد این آقای پادشاه آخرین پادشاه قاجار برای آن که گوش به فرمان انگلستان باشد ماهانه از آنها حقوق می گرفت. یعنی ماهی پانزده هزار تومان به او حقوق میدادند و او را به عنوان مستخدم خودشان نگاه داشته بودند تا اینکه پادشاه ایران از این جهت تسلیم محض فرماندهان انگلستان باشد و شما میدانید که بیش از یکصد برنامه را من برایتان درباره چگونگی حاکمیت قاجارها و چگونگی فرو افتادن آنها با استناد با استناد به مصادیق تاریخی تعریف کردم و اینکه چگونه بالاخره رضا خان میر پنج به پادشاهی رسید عزیزان من خوب توجه کنید هزار سال تاریخ پارس که البته بعدها به نام ایران معرفی شد و من براتون آنها رو در برنامه ها خلاصه کردم بیگانگان یعنی مغول ها، ترک ها عرب ها های به این کشور فرمان راندند و در تمام این سال ها مردم همچنان سر به راه و دست و عصا نوکر و برده و بنده و متی و فرمان بردار آنها بودند و هرگز هم نخواستند تا قد و بالای خودشون رو در آینه تاریخ نگاه کنند و نظری بیندازند که این پوسیده هزار ساله چگونه زیسته است هیچ وقت نخواستند از خودشان بپرسند یعنی خودمان از خودمان بپرسیم که چرا ما با تمام ثروتی که روی زمین و زیر زمین داریم و بیگانگان به عناوین مختلف به بهترین وچی از این ثروت بیکران سود میبرند ما همچنان عقب مونده و در در آخر جدول کشورهای عقب مونده جهان باقی مونده ایم میدانید که رضا تنها ایرانی بود و محمد رضا هم تنها ایرانی بود که بعد از هزار سال آمدن تا اینکه سلطنت ایران رو نجات بدهند ایرانی رو هم نجات بدن اما متاسفانه عزیزان من خوب است به جای آن که هر روز و هر شب وقت رو صرف کنیم تا از ایران فقط انتقاد کنیم تو اتاقای گرم بشینیم و ویسکی دست دستمون بگیریم و با هم شوخی کنیم یکی رو خواهن و یکی رو خادم بنامیم فریاد برداریم که چه کسی مرده باد و چه کسی زنده باد بیایید قدی به خودمون بیانشیم ببینیم در این آینه ای تاریخ خود ما کجا ایستادیم و چه میکنیم کمی به فکر خودمان باشیم و به جای آن که ایرادهایی که به خودمان وارد هست سال هاست آنها را به خاک سپرده ایم و اصلا توجهی به اساس و اصل خودمون نداریم به این فکر کنیم که هم رضا هم محمد رضا با تمام قدرت و همت و دلسوزی هایشان اما چهل و سه سال است آنها از صفحه سیاسی ایران به دور اند. و میدانیم که هنوز بسیاری از شما که صدای مرا میشنوید چگونگی حضور جناب خمینی را در صندلی قدرت به خاطر دارید یادتان هست فریادهای امام آمد خورشید بی دلیل بی بدیل ایران از طرف غرب به سوی شرق طلوع کرد یادمان هست بسیاری از شما که امروز گرد پیری به روی تا نشسته آن روز جوان بودید با قدرت کامل در خیابان ها بدون این که اصلا واقعا بدارید چرا فریاد می کردید مرگ بر شاه و اصولا بدون اینکه خمینی رو بشناسید بدون اینکه توجه کنید که او چی میگه بدون اینکه ببینید او اصلا ایده و فکر و تفکرش چیه و از کجا آمده و کی او را به ایران فرستاده سعی کردیم برایش راه رو باز کنیم یادمون هست چه جمعیتی از ما مردم نادان ناآگاه رو به راه افتاد و محققا هنوز یادتون هست ظرف چند روز ما خودمون چه بر سر کشورمون آوردیم و کشوری که در آن با آسودگی و گشاد دستی زندگی میکردیم حالا عزیزان من میخواهم که خودتان را در آینه تمام قد تاریخ نگاه کنید که دریابید چه کسی باید این قفلت هزار ساله را جبران کند اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است امیدوارم که این مطالب من به جای اینکه شما رو عصبانی کنه شما رو به فکر وادار بکنه که چه باید بکنید تا از این گرفتاری نجات بیابید روز روزگارتان خوش تا برنامه های بعد